سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و عرض تبریک بابت اینکه این هفته بازار نسبتاً بهتری داشتیم. انشالله که سودهای خوبی کسب کرده باشید تو بازار و همچنان این روند ادامه دار باشه. خب دوستانم دارن کم کم دونه دونه آنلاین میشن. فکر میکنم که تقریبا مبحث ما توی دوره معامله‌گری به روش پرایس اکشن به جای خوبی رسید. ما یاد گرفتیم که چطور وارد سهم بشیم و یاد گرفتیم که در حقیقت رکورد رو زدم، دوستان نگران نباشید. یاد گرفتیم که چطور در حقیقت حد ضررمون رو تعیین کنیم و هیچ نگرانی دیگه نداشتیم کامل. الان شاید بعضی از شما حتی با این روش شروع کرده باشید به معامله و موفق هم بعضی ها بودید. بعضی ها خصوصی به من پیام دادن، تشکر میکنم ازشون. چند نفر به من پیام دادن که تونستن سود کسب کنن، فکر میکنم 5-6 نفر بودن و من واقعا خوشحال شدم. انشالله که هر چی به جلوتر تجربتون بیشتر بشه و بتونید سودهای بیشتری کسب کنید. این روش کاملا روش شخصی خود من هست و من دارم استفادهش میکنم. اصلا بحث تئوری توش نداشتیم، کاملا همه چیزی که گفتم خدمتتون همشون تجربه بود و شاید چندین و چند کتاب رو مطالعه کردم، چندین ساله که دارم ترید میکنم و اینا در حقیقت چیزایش بود که به درد معامله میخورد. برای همینم بود که اسم دوره رو گذاشتیم دوره معامله گری به روش پرایس اکشن. شاید مطالب زیادی باشه در مورد پرایس اکشن، اما چیزایی که تو بازار ما به درد میخوره و میشه ازش سود گرفت و عملیاتی هست اینها بودن. نیاز به هیچ مورد خاص دیگه هم ندارید. الان شما باید قادر باشید که به راحتی سهم هایی که مناسب خرید هستن رو شناسایی کنید، در نقطه مناسب وارد شید، با قیمت مناسب وارد شید، با حجم مناسب وارد شید و در حقیقت در نقطه لازم هم در قیمت مناسب هم از سهم خارج بشید. خب برای اینکه یک کمی بهتر درسمون، اول اینکه به اتمام برسونیم دوره رو، یک جلسه دیگه به جز این جلسه داریم که اون جلسه کارگاه هست. تو اون جلسه سعی میکنیم که مثالهای زیادی بررسی کنیم و سعی میکنیم که بتونیم یه تایمی رو توی بازار در حقیقت تنظیم کنیم که یه جوری کارگاه معامله گری باشه، حتی بتونیم معامله هم بکنیم با هم دیگه. اما این جلسه آخرین مبحثی که از قسم درس پرایس اکشن مونده، از دوره پرایس اکشن مونده، بحث مانیتورینگ ما هست. اینجا ما فرض کردیم که شما سهم رو شناسایی کردید، مراحل رو طی کردید، سهم رو خریدید. الان دنبال این هستید که، یعنی الان لحظه‌ای هست که شما سهم رو تو پورتفوی خودتون دارید و از اینجا به بعد مهمه که چطور سهم رو مانیتور کنید و رفتارش رو زیر نظر بگیرید و چه اکشنایی باید در مورد سهم داشته باشید. خب بذارید درس امروز رو شروع کنیم با هم دیگه. ببینیم چطور باید یک سهم رو مانیتور کنیم. ببین قبل از این که شروع کنید به معامله، در حقیقت یعنی معاملتون انجام بشه، شما باید حد سود و حد ضررتون رو یا استاپ لاس و تیک پروفیتتون رو مشخص کرده باشید. اما اینجا من گفتم تو مانیتورینگ هم این دوتا خیلی مهمن. حالا چرا اینجا مهمن؟ دلیلی که اینجا مهمن اینه که ما مدام باید مانیتور کنیم که حد سود و حد ضررمون تو چه موقعیتی هستن، الان سهم نسبت به اونا چه موقعیتی داره و ما باید چیکار کنیم. ببین تا الان در مورد آنالیز پرایس اکشن، نحوه گرفتن سیگنال، نحوه گرفتن تایید اون و نحوه ورود به سهم، حالا چه حد چه قیمتش صحبت کردیم. بعد تو گفتیم که حد ضرر رو با روش‌های مختلف که صحبت کردیم چطور میشه تعیین کرد. خب الان دیگه وارد سهم شدیم و در حقیقت
حد ضرر و حد سودمون هم مشخصه. نکته ای که اینجا باید حتما در نظر بگیریم اینه که اولین کاری که میکنیم اینه که به اون حد ضرر و حد سودی که تعیین کردیم پایبند هستیم. بهترین کار اینه که اون رو اتوماتیک کنیم. به این دوستان چند نفر با معاملات اتوماتیک آشنا هستند؟ خب آقای شایگان میگن من هستم، آقای غفاری هم مثل اینکه آشنا هستن، آقای فروزش هم همینطور، آقای یزدانی راد میگن تو فارکسه، توی بازار ایران نیست. بله آقا مهرداد هم آشنا هستن، آقای عبدالحسین هم میگن تو فارکس آشنا هستن. خب بعضی آشنا هستن، بذارید من توضیح بدم. این دوستان شما میتونید، یک سری ابزارهایی داریم که شما میتونید حد ضرر و حد سودتون رو اتوماتیک کنید. به چه معنیه؟ دقیقا ما به این میگیم یه بخشی از معاملات الگوریتمی هست که بهش دقیقا میگیم معاملات شرطی. یعنی شما دو تا شرط تعیین میکنید، میگید که خب اگر قیمت به این حد سود من رسید، شاید من کارمندم، شاید من خواب موندم اول صبح، پای بازار نیستم، خودت به صورت خودکار به سیستم اینو میگید برای من سهم رو بفروش. و یا اگر به حد ضررم رسید، سیستم تو خودت به صورت خودکار سهم رو واسه من بفروش. خب این فایده ای که داره در حقیقت اینه که شما دیگه بر اساس احساساتتون، بر اساس ترس و طمعتون نمیایید حد سود و حد ضرر رو تغییر بدید. همون چیزی که از اول تحلیل کردید و مد نظرتون بوده اون رو در نظر میگیرید و سیستم همون رو برای شما اجرا میکنه. تو لحظه ای که بهش برسه در حقیقت بدون احساسات اجراش میکنه، چون اون یه رباته و هیچی براش مهم نیست. براش مهمه که دقیقا تو اون قیمت هایی که شما گفتید سهم رو بفروشه، یا رو حد ضرر یا رو حد سود. خب این روش برای من خیلی خوب کار میکنه و من ازش استفاده میکنم، اما بعضی وقتها ممکنه که شما سهم رو با ضرر بفروشید، حد ضرر رو فعال کنید، سهم بعدش برگرده و بره بالا، یا برعکسش سهم رو رو حد سود میفروشید بعدش 20% میره بالا. ببینید توی ترید، توی زندگی هم همینطوره. ما یه سری تصمیماتی رو یه سری موقعا باید بگیریم که میدونیم خودمون که ممکنه جنبه های مثبت و منفی داشته باشه و این ماییم که تصمیم میگیریم. فرضاً من اول تریدم همیشه تحلیلی که میکردم حد سود و حد ضررمو مشخص میکردم و بهش پایبند بودم همیشه و ازش هم جواب گرفتم. اما کم کم که یکم جلو اومدم، خب دیدم که قدرت تحلیلم بیشتر شده، الان جرأت اینو دارم که بیام با دست حد ضررم حد سودم اینا رو تغییر بدم، روند سهم رو مشخص کنم و حتی یه سهم رو 50%، 70%، 80% باهاش برم بالا و نفروشمش در موقعی که سهم میخواد بریزه یا موقعی که فرضاً لازمه بفروشمش. چرا با 10% سود بفروشمش؟ اما لازم نیست من اینا رو به شما بگم. شما تو مرحله اول باید یه حد سود مشخص کنید، بهش پایبند باشید، یه حد ضرر مشخص کنید، بهش پایبند باشید. اگر نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، اون رو به سیستم بسپارید. اگرم حالا سیستما تو ایران هنوز ضعیف هستن، اما من یکی دو تا میشناسم که کار میکنن و خودم دارم از اون استفاده میکنم، بهم پیام بدید یادتون میدم چجوری استفاده کنید. نکته مهم اینه که کم کم که جلو رفتید، خب مسلما شاید بگید که خب من الان دیگه میتونم تحلیل کنم پرایس اکشنی و حد ضررم رو فرضاً پایین بالا کنم یا حد سودم رو پایین بالا کنم، اوکیه. ولی برای اول کار به هیچ وجه من اینو توصیه نمی کنم. باید حتما
همون اول یه تحلیل کنید، اینها رو مشخص کنید و بهشون هم پایبند باشید. شاید تو کوتاه مدت فکر کنید که بعضی جاها به ضررتون میشه، اما بهتون قول میدم تو بلند مدت این کار شما رو زنده نگه میداره و باعث میشه که بتونید یک تریدر حرفه‌ای بشید، بتونید تجربه بیشتری کسب کنید. اگه بخواید از اول بازی بازی کنید و بخواید در حقیقت به هیچی پایبند نباشید، انقدر ضررتون زیاد میشه که دیگه تمرکزتون رو از دست میدید برای یادگیری و برای در حقیقت ادامه کار، و اون اعتماد به نفس قبل رو دیگه نخواهید داشت. خب نکته بعدی اینه که تحلیلمون رو تو چارت یک ساعته میخوایم بکنیم. ببینید برای مانیتور کردن من دارم میگم چارت یک ساعته، یعنی ما چارت یک ساعته رو باز میکنیم. نگاه کنید الان من چارت یک ساعته رو باز میکنم. فرض کنید که شما سهم از سهمای تمرینمون چی بود؟ سهم مثلا الفا که از سهمایی بود که با هم تمرین کردیم. خب سهم الفا رو باز کردیم. دوستان یادتونه ما اینجا بود حدودا فکر میکنم که سهم رو تحلیل کردیم و گفتیم که خب یک کندل بلند زده و در حقیقت توی منطقه پرتقاضا هم بود، یادتون باشه گفتیم آماده صعوده، سهم 230-240 تومن بود که بعدش هم خب خدا رو شکر سهم تا 270-280 تومن اومده بالا. حالا کاری نداریم. ببینید فرض کنید که من خطوط رو پاک میکنم، دقیقا سهم ارفر رو فرض کنید این کندل ها اینجا اتفاق هنوز نیفتاده، اولین کندل سفید بلند ما اینجا یه دونه میبینید، یه دونه سیگنال داریم، در حقیقت یه دونه اینورتد همر داریم که سیگنال هست و بعد از اون هم دوباره یه کندل سفید بلند داریم که دوباره میتونیم بگیم این اولین سیگنال موده، ولی چون جهت تقاضا نزولی نیست، جهت تقاضا صعودی نیست، قبول نیست، میایم این سیگنال رو میگیریم که قبول میکنیم و بعدش هم تاییدیه رو گرفتیم و وارد شدیم و الان سهم اینجاست. خب حالا کار نداریم. فرض کنید که من اینجا وارد سهم شدم، حالا جلوتر بررسی میکنیم دقیق کجا وارد شدیم، تو چه قیمتی، با چه حجمی اینجا وارد سهم شدم. از اینجا به بعد دارم سهم رو مانیتور میکنم، از این خط نارنجی به بعد دارم سهم رو مانیتور میکنم. من میرم تو تایم فریم یک ساعته، ببین الان تایم فریم دیلی هستم، میرم تو تایم فریم وان اور یا یک ساعته. خب خط نارنجی رو پیدا میکنم، هر کدوم از این کندل ها الان مربوط به یک ساعت بازاره. اولین کندل بین 9 تا 10، دومی بین 10 تا 11 هست، سومی بین 11 تا 12 هست و آخرین کندل روز هم یک نیم ساعت آخر بازار هست، در حقیقت 12 تا 12 اونیم. دوباره میره روز بعدی، 9 تا 10، 10 تا 11، 11 تا 12، 12 تا 12 اونیم. در حقیقت ترکیب این 4 تا کندل میشه همون یک کندل تو روزانه. یعنی من اگه برگردم اینجا فرضاً روز این روز خاص که تاریخش هست 28/6/2017، حالا میرم تو تایم فریم یک ساعته، خط نارنجی رو پیدا میکنم. ببینید 28/6 از اینجا شروع شده، این اولین کندل، میبینید ساعت 9 نوشته، اون پایین نمودار رو نگاه کنید، نوشته 28/6/2017 ساعت 9 صبح. این کندل بین 9 تا 10 شکل گرفته، یک کندل سفید 1.2%. بین 10 تا 11 این کندل رو داریم، دوباره 11 تا 12، یعنی بین 10 تا 11 یکم معاملات ضعیف بوده، اما 11 تا 12 دوباره یه معاملات قوی داشتیم و در نهایت بین 12 تا 12 و نیم دوباره فروشنده ها قوی شدن، سهم رو آوردن پایین، اما در انتهای بازار خریدارها خریدن و سهم رو بردن بالا و یک الگوی چکش داریم. میبینید این 4 تا کندل رو اگه ما با هم ترکیب کنیم، بازگشایی اولین کندل تا بسته شدن آخرین کندل و سایه پایینی تقریبا نداریم، سایه بالایی هم یه کوچیک داریم. برگردیم تو روزانه، دقیقا این کندلی که اینجا شکل گرفته میبینیدش، دقیقا 28/6/2017 یه کندل سفید بلند بدون سایه پایینی با سایه کوچیک بالایی. پس ما جزئیات بیشتری تو تایم فریم یک ساعته داریم، همونطور که نگاه میکنیم میتونیم تو طول روز هم بفهمیم چه اتفاقی افتاده یا بفهمیم در انتهای روز آیا سهم قوی بوده، ضعیف بوده، و این کمک میکنه به مانیتور کردن بهتر سهم. برگردیم روی پاورپوینتمون. خب
این یه تمرین خیلی خوبه برای ما. وقتی تو چارت یک ساعته سهم رو بررسی میکنیم و مانیتور میکنیم، با زمان، با در حقیقت زبان نمودار و حرکات قیمت خیلی خوب اونس میگیریم و خیلی با دقت بیشتر نمودار رو میتونید بررسی کنید و میتونید بفهمید کندل روزانه‌ای که شکل گرفته کجاهاش ضعیف بوده، بازار اول بازار ضعیف بوده، خرس ها آخر بازار قوی بودن یا اول بازار قوی بودن، و حتی علامت هایی رو میتونید از توش بفهمید. اما یک در حقیقت خطر هم داره بررسی تو تایم فریم یک ساعته. خطرش اینه که همونطور که میدونید هرچی ما تایم فریم رو کوچیک‌تر کنیم دقت بیشتر میشه، در حقیقت جزئیات میتونیم بگیم بیشتر میشه، سرعت سیگنال گرفتن بیشتر میشه. یعنی اگر قرار شما یک روز وایسید تا یک سیگنالی رو بگیرید، شاید ممکنه تو همون یک ساعت اول کندل به شما سیگنال بده و شما بتونید تو کندل بعدی تاییدیه رو بگیرید و وارد معامله بشید. لازم نباشه مثل تایم فریم روزانه وایسید تا روز بعدش تایید بگیرید. اما خطا هم بیشتر میشه به تناسب. یعنی یه ترید آفه که شما اگر توی تایم فریم یک ساعته بخواید تحلیل کنین و وارد معامله بشین، خب باعث میشه که خطای معاملاتیتون بیشتر بشه. پس طبق فرمولی که بهتون گفتم، ما مناطق عرضه تقاضا رو داریم از تایم فریم هفتگی میاریم، خرید و فروشمون رو تایم فریم روزانه انجام میدیم، مانیتورینگمون رو تو تایم فریم یک ساعته انجام میدیم. خب حالا مانیتورینگ شامل چیا هست؟ قرار تو مانیتورینگ چی کاری انجام بدیم ما؟ در حقیقت بعد دنبال چی بگردیم تو مانیتورینگ؟ تو مانیتورینگ سه تا پارامتر اصلی رو مد نظرتون قرار بدید. ما داریم کندل ها رو بررسی می کنیم که دنبال چی بگردیم؟ یک، دنبال کندل های مردد، یعنی جایی که به هر حال ما اون سهم رو خریدیم باید مواظب باشیم که جاهایی که کندل های مردد می بینیم، کندل هایی که در حقیقت توش تصمیم گیری وجود نداره، خب اینا یه نشونه هستن برای ما که دارن به ما میگن که بازار تصمیم خاصی نتونسته بگیره، بازار بین خرس ها و گاو ها نتونسته در حقیقت یک کدوم نسبت به اون یکی نتونستن پیروز بشن و اندازه هم قدرت دارن. خب این برای ما یه خطر محسوب میشه، ممکنه بعد از اون اگه یه سیگنال منفی ببینیم از سهم خارج بشیم. چرا؟ چون ما الان سهم رو داریم و منتظریم که یه سیگنال منفی ببینیم. بستگی داره چقدر شدتش باشه، کجا باشه، چطوری باشه و ما ممکنه با دیدن اون اصلا خارج بشیم. علامتی دیگه که دنبالش میگردیم کندلی هست که یه نشونه ای از ضعف خرس ها یا گاو ها داشته باشه. هر دوتاش برای ما خوبه، یعنی اگر ببینیم خرس ها خیلی ضعیفن، خب خوشحال میشیم، میگیم پس تریدی که ما کردیم و سهمی رو که خریدیم داره همون جور که ما پیش بینی کردیم پیش میره شرایط و خرس ها طبق این کندلی که من دیدم خیلی ضعیفن. در حقیقت یه الگوی ادامه دهنده دیدیم اینجا، یه روند صعودی داریم و یه الگوی ادامه دهنده که داره میگه روند صعودی ادامه داره. یا برعکسش ما میبینیم که سهم 20% اومده بالا و الان گاو ها در حقیقت یه علامت هایی از ضعف هاشون هست. مثلا علامت از ضعف چی میتونه باشه؟ بدنه هاش داره کوتاه میشه کندل ها. اینا یه سری علامت هست که داره میگه گاوها داره قدرتشون کم میشه، دارن ضعف پیدا میکنن، پس ما باید دست به ماشه باشیم دیگه، باید آماده باشیم برای فروش سهممون. و مورد سوم هم این که در حقیقت ما دنبال این هستیم که کندل هایی رو پیدا کنیم که توشون اتفاق خاصی افتاده باشه، مثل همین الگوهایی که گفتم، یعنی یک سیگنال قوی اتفاق بیفته، یک قدرت بیش از اندازه رو توش ببینیم. فرضاً من تو کندلی که بدنه ها کوتاه میشه میگم ضعف گاو ها اتفاق افتاده، ولی اگر یک کندل خرسی در حقیقت یک کندل قرمز بلند ببینم، اینجا دیگه این ضعف گاو ها نیست، این قدرت بیش از اندازه خرس هاست. پس این هم برای ما مهم هست. یعنی هر سیگنالی که باعث بشه ما شک کنیم به موندن با سهم، ما اون رو در حقیقت بررسی میکنیم و مواظب هستیم که تریدی که کردیم
سودش رو از دست ندیم. خب اما به دلیل اینکه دوستان جلسه پیش کمی مشکل داشتن با در حقیقت تعیین کردن حد ضرر، تعیین قیمت، تعیین حجم، تعیین در حقیقت حد سود، انتخاب سهم، کلا بذارید که تمرین هایی رو که من دادم در حقیقت با هم حل کردید، اینجا با هم بررسی کنیم، با هم حل کنیم و ببینیم اگر کسی مشکلی داره اون مشکل رو حل کنیم، عشان از مرحله اول تا انتها رو با هم دیگه بریم جلو و سعی کنیم که اگر دوستانی مشکل دارن مشکلشون رو حل کنیم. اولین سهمی که قرار بود بررسی کنیم و قبلا بررسیش کردیم سهم ارفع. در حقیقت یکی از دوستان در موردش پرسید و بررسی که کردیم دیدیم اصلا ارفع سیگنال خرید هست، پس چه بهتر که به عنوان تمرین با هم دیگه بررسی کنیم. من از ابتدا بررسی میکنم، یعنی فرض میکنم که ما پرایس اکشن رو یاد گرفتیم و حالا از ابتدا میخواییم یک سهم بخریم. ببین الان من یکم سریع انجام میدم که ببینید چقدر آسونه و اصلا لازم نیست که وقت زیادی هم از شما بگیره. خب وارد متا تریدر میشیم، سهم ارفع رو تو تایم فریم روزانه میاریم، به انتهای نمودار میریم با این دکمه. من این کادر رو بذارم پایین و خب ما خطایی که کشیدم رو پاک میکنم. فرض میکنیم که تا این کندل سفید بلند شکل گرفته اصلا این کندل های بعدی رو بهشون کاری نداریم. اینا رو مال بخش مانیتورینگمون هست، اونجایی که فرض میکنیم وارد معامله شون، که اتفاقا فکر میکنم الان بعضی از بچه های کلاس هم سهم رو داشته باشن. کسی هست که الان سهم ارفع رو داشته باشه؟ اونی که نداره لازم نیست بنویسن نه. بله 3 نفر، 4 نفر، 4-5 نفر از بچه ها سهم رو دارن و اتفاقا 1-2 نفرشون هم تو خصوصی با هم صحبت کردیم و خیلی هم خوشحال شدم از اینکه سهم رو تونستن به موقع بخرن. حتی یکی از دوستانمون بود که سهم رو اینجا خریده بود و بعد از اینکه سهم ریخت تا اینجا رسید، خب وقتی که مطمئن شد سهم داره برمیگرده اینجا یه پله زد و میانگینش رو کم کرد و خدا رو شکر ضررش الان به حداقل رسیده. خب بذاریم بررسی کنیم. اولین مرحله چی بود؟ اولین مرحله بررسی میکردیم روند سهم کوتاه مدتی نزولی بوده یا صعودی بوده یا خونسا بوده. خب کاملا واضحه اینجا یک روند نزولی شکل گرفته، مدتی سهم نوسان کرده و مجددا یک روند نزولی تقریبا شارپ داشته و سریع اومده پایین. خب ما پس با یک روند نزولی در حقیقت تو مرحله اول چون میگیم روند نزولی هست که اینجا وجود داره، بریم مرحله دوم. من اگه اجازه بدید این رو نارنجی میکنم که اون نزولی بودنش نشون داده بشه. خب یک عکس ازش میگیرم چون پاورپوینت رو دوستان استفاده میکنم و عکس رو وارد پاورپوینت میکنم. پس مرحله اول رو طی کردیم، فهمیدیم روند سهم یک روند نزولی هست. مرحله دوم، قدرت خرس ها و گاف ها در روز آخر. خب گفتیم روز آخر کجاست؟ این جایی که کندل سفید بلند شکل گرفته، ما اینجا این نمودار قرار داریم. چرا من اینجا رو انتخاب کردم؟ چون این کندل سیگنال ما هست. دقیقاً چرا این کندل رو انتخاب نکردم؟ این یک کندل اینورتد همر هست، نشان از فشار خرید داره. اما ما اگر منطقه خطر رو رسم کنیم و اولین اوپن خارج از اون رو بررسی کنیم، میبینیم که جهت عرضه و تقاضا همچنان نزولیه، ممکنه یه برگشت تو روند نزولی باشه، مثل این کندل هایی که اینجا میبینیم. اینا همشون ممکن بودن یک سیگنال باشن اما ما نخریدیم اونها را. چرا؟ چون که یک برگشتی تو روند نزولی بودن و خطر داشته خریدشون. اما اینجا که سهم یکم اومده بالا و حالا کندل سفید بلند شکل داده، من فکر میکنم این یک سیگنال باشه. حالا بریم جلو ببینیم آیا سیگنال هست یا خیر. خب سهم نزول کرده، اولین جایی که سیگنال داده این کندل سفید بلند هست. خب
چی میخواستیم بررسی کنیم؟ میخواستیم بررسی کنیم که آیا یک الگوی برگشتی صعودی قوی داریم؟ بله، یک الگوی برگشتی صعودی قوی داریم. یک کندل سفید بلند داریم. قدرت گاف ها اینجا بسیار زیاده. پس من دوباره این عکس رو میگیرم. همین عکس قبلی رو میتونم توی اسلاید بعدم استفاده کنم. و اینجا در حقیقت اون کندلی که سیگنال هست رو مشخص میکنیم. کندل سیگنال. این کنارش هم بنویسیم که دوستانمون اشتباه نکنم. کندل سیگنال. خب. پس کندل سیگنال هم پیدا کردیم. این کندل سفید بلند کندل سیگنال ما هست. و یک الگوی برگشتی صعودی قوی داریم، کاملا واضح هست. بریم سراغ مرحله بعدی. آیا در منطقه پرتقاضا قرار داریم؟ در منطقه پرعرضه پرتقاضا یا نه نزدیک منطقه پرتقاضا هستیم؟ گفتیم برای این کار میریم به تایم فریم هفتگی، یعنی کندل های هفتگی رو میاریم، زوم اوت میکنیم و سعی میکنیم که اینجا دنبال منطقه پرعرضه پرتقاضا باشیم. خب یکی از چیزهایی که دوستان همچنان توش مشکل دارن همین پیدا کردن منطقه پرعرضه و پرتقاضا است. ببین بذارم این فلش رو پاک کنم، نگران نباشیم. ببینید به همین نقطه نمودار اگه نگاه کنیم، به این نقطه که صحنه‌اش برگشته همینجا، دقت میکنید یه بار صحن اینجا بهش واکنش نشون داده، اینجا یه موج صعودی داشته برگشته پایین، اینجا بهش واکنش نشون داده، یه بار رفته بالا دوباره اومده پایین، اینجا بهش واکنش نشون داده، یه بار دوباره اینجا اومده شکستتش، بعد خواسته بیاد بالاش نتونسته، رفته پایین پایین پایین، دوباره اینجا که خواسته با قدرت داشته سهم میاده بالا. ببین چهار تا کندل سفید بلند خوب زده، چهار هفته متوالی پشت سر هم سهم مثبت بوده، اما دوباره تا باز رسیده به این قیمت ها شروع کرده ریپ زدن. این چند هفته هی رفته بالا اومده پایین، رفته بالا، این 5 هفته دوباره تو این قیمت ها درگیر بوده که بعدش دوباره وقتی شکسته با قدرت رفته بالا. پس مسلما این یک سطح مهمه برای سهم که میبینیم دوباره اینجا هم اومده روش سهم برگشته. این سطح پس یه سطح خیلی مهمه، جایی که سایه ها بیشترن میشن کف منطقه عرضه تقاضا ما. ببینیم من اینجا رو میگیرم به عنوان بیشترین برخورد، جایی که بیشترین برخورد رو دارم میگیرم به عنوان در حقیقت خط بالایی عرضه و تقاضا، خط دیگرم پاک میکنم و جایی که سایه ها شکل گرفتن بیشتر، یعنی تا این حدودا خب پس از 240 تومن تا 220 تومن منطقه پرتقاضای ماست. رنگش هم سبز، خیلی کم رنگ می‌کنیم که ببینیم. خب ما اون خطه قبلی دیدم که اینو ببریم بالا، اون خطه رو پاک کنیم که نمودارمون خیلی شلوغ نشه. این از 242 تومن تا 200 خب این منطقه تقاضامون. اما بریم سراغ منطقه پرعرضه. ببینم دوستان سوالی نپرسیدن؟ نه خدا بشه. بریم سراغ منطقه پرعرضه. اگه دقت کنید تو این منطقه، ببینید اینجا چند بار سهم واکنش داشته، نگاه میکنیم اینجا واکنش نتونسته بره بالا، دوباره نتونسته بره بالا، اینجا دوباره، اینجا کندل ها بین این دو محدوده با هم رفتن خوردن به اون، برگشتن رو این، دوباره رفتن بالا، یعنی بین این محدوده پرتقاضا و پرعرضه گیر کرده بودن. دوباره تو برگشت اینجا به عنوان یه حمایت عمل کرده، چند هفته ای سهم رو نگه داشته، اما بالاخره سهم در حقیقت این حمایت رو از دست داده. اما حمایت مهمی محسوب میشه که الان تبدیل شده به یک مقاومت برای سهم. خب میتونیم بگیم اینجا در حقیقت نقطه
مقاومتی ما هست و سایه هایی که بالای اون شکل گرفتن تا کجا؟ تا اینجا حدودن جایی که سایه ها شکل گرفتن 300 تومن. پس از 280 تومن تا 300 تومن هم سهم یک محدوده پر عرضه داره. کمی کوچکترش کنم. خب مثل اینکه بعد بریم تو پراپرتیزش پارامترهاش عوض کنیم، بگیم از 300 تومن تا 283 تومن. فیلش هم اون فیل نه این فیل، فیلش هم نارنجی کنیم. خب این مستطیل من بس شد، میتونیم حالا این خط ها رو باز دوباره پاک کنیم که نمودارمون شلوغ نشه. بریم به انتهای نمودار، اینو بیاریم از 280 تومن، 83 تومن بود تا حدوده 300 تومن. خب همینجا حدودا نقطه مناسب است. خب حالا میتونیم یه عکس از این بگیریم و تو منطقه محدوده توی اسلاید محدوده پر عرضه و پر تقاضا بذاریم. حالا آیا در منطقه پرتقاضا اتفاق افتاده سیگنال ما؟ برگردیم به تایم فریم روزانه، بریم به انتهای نمودار. بله همونطور که میبینیم دقیقا وسط منطقه پرتقاضا هستیم و یک کندل سفید بلند داریم، همین کندل سیگنالمون. خب پس توی منطقه پرتقاضا اتفاق افتاده و این خیلی خوبه. بریم به محل بعد. حد سود اجازه بدید دوستان دارم توضیح میدم، نگران نباشید. خب حالا ببینیم جهت عرضه و تقاضا آیا صعودی بوده. برای این کار گفتیم بعد چی کار کنیم؟ گفتیم اولی مرحله اینه که شما بیاین اگر کندلتون بلنده نسبت به گذشته اون موجش، که میگه کندل تقریبا بلنده، 25% اندازه کندل رو میگیرید دوستان. اگه سایه داشته باشه، بدنه داشته باشه، هر چی باشه 25% اندازش رو میگیرید، اندازه کندل. مهم نیست که بشه سایهش، بشه بدنش، شکل کندل مهم نیست. من تو اون اسلایدی که گفتم بهتون که 25%، 50% یا 100%، فقط اندازه کندل مهمه. اگر کندل بلند باشه به نسبت کندل های گذشته، یعنی مجموع سایه و بدنش خیلی بلند باشه به نسبت کندل های گذشته، 25%ش کفایت میکنه. اگر متوسط باشه 50%ش رو به عنوان محدود خطر میگیریم و اگر کوتاه باشه همش رو در حقیقت به عنوان محدود خطر میگیریم. خب محدوده خطر من 25% بالایی کندل سیگنال کشیدم مستطیلش رو. حالا برمیگردم عقب، اول جهت عرضه و تقاضا رو مشخص کنیم. برمیگردم عقب، اولین اوپنی که خارج از این اتفاق افتاده این اینجاست که میبینیم پایینشه و اینم حتی دوتا کندل پایین اینجا هستن. پس جهت عرضه و تقاضا صعودی هست، چون کندل های قبلی پایینن، یعنی حرکت نمودار ما الان صعودی شده دیگه، نزولی مثل قبل نیست. پس این عکس رو میاریم، میتونیم یه فلش هم اینجا بزنیم که این داره نشون میده جهت عرضه و تقاضای ما صعودی هست، رنگش هم کاملا مشخصه. خب من دوباره یه عکس میگیرم و میارم این رو توی اسلاید عرض تقاضا. همین هست. بله خب جهت عرض و تقاضا هم صعودی هست. بریم سراغ مرحله بعدی. تو مرحله بعدی ما میخوایم چی رو بررسی کنیم؟ ما میخواییم در حقیقت بررسی کنیم که تاییدیه ها وجود داره یا خیر، یعنی مواردی که تو اون جدول میامدیم تیک هاشو میذاشتیم آیا وجود دارن یا خیر. خب
اولین شرط ها رو که داره، تا مرحله 4 اومدیم جلو و دیدیم که شرط های اولیه وجود دارن، یعنی جهت در حقیقت روند نزولی بوده، بعد از اون ما تونستیم یک کندل مثبت پیدا کنیم، یک کندل در حقیقت پرقدرت پیدا کنیم، بعد از اون جهت عرضه و تقاضا هم به نفع ماست و نهایتا تو منطقه پرعرضه هم که وجود داشته. خب پاورپوینت ما ریسپاندی نداد، ببینیم چیکار میخواد بکنه. خب دوستان تا اینجا که مشکلی نداریم، درسته؟ خب تا اینجا مشکلی نداریم. اگر پاورپوینت منم مشکلی نداشته باشه، من کلوزش کنم یک بار دیگه باز کنم. خب مثل اینکه پاورپوینت کلوز شد، بریم سراغ بازگشایی مجددش. جلسه نهم و پاورپوینتمون اسلاید هاش زیاد شده، رسیده به 217 اسلاید و این باعث شده که کمی کند بشه. خب خدا رو شکر همه چیزایی هم که گذاشته بودیم، همه عکسایی هم که گذاشته بودیم ذخیره نشده. من یک بار دیگه آخرین عکس رو از دسکتاپ میارم. در منطقه پرتقاضا وجود داریم، بله. جهت عرضه و تقاضا صعودی هست، بله. خب تو مرحله پنجم بررسی میکردیم که در حقیقت علائم تایید کننده یا خونسا کننده با ما هستن یا خیر، به ما اجازه خرید میدن یا خیر. خب علائم تایید کننده تو منطقه پرتقاضا آیا وجود داریم؟ بله وجود داشتیم. شرط بسته شدن کندل بعدی خارج از محدوده رو داریم. خب یه روز صبر میکنیم و میبینیم که بله یه روز برمیگرده و بالاخره دو روز بعد یه کندل خارج از محدوده ما داریم، یعنی توی روز دوم بعد از سیگنال ما یک کندل خارج از محدوده داریم. خب پس تا اونجا نخریدیم، ما منتظر موندیم. حجم معاملات بریم بررسی کنیم، حجم معاملات چی میگه. خب بذاری من اندیکاتور والیوم رو بندازم، هرچند که میتونیم از والیوم خود نمودار هم استفاده کنیم، نیاز به این اندیکاتور نداریم. خب کاد رو هم برداشتم. ببینیم تو این کندل سفید بلند حجم به شدت بالا بوده، تایید حجمی وجود داره، کاملا مشخصه تو این روند نزولی حجم ها کم بودن و تو این کندل سفید بلند حجم در حقیقت بسیار بسیار بیشتر از کندل های قبلی و موج نزولی هست، پس تایید حجمی هم وجود داره. تایید حجمی ممکنه در روز ارائه سیگنال وجود نداشته باشه و ما مجبور شیم چند روزی صبر کنیم تا این تایید حجمی اتفاق بیفته و بعد از اتفاق اون وارد سهم بشیم. تعداد سایه خارج از محدوده لازم نداریم و مشاهده دو الگوی موافق هم میتونیم بگیم بله وجود داره. چرا؟ چون یک الگوی همر داشتیم و الان دوباره یک الگوی کندل سفید بلند داریم یا یک پوشای صعودی داریم. پس همه شرایط به ما اجازه دادن که ما در حقیقت وارد سهم بشیم، اما هنوز عجله‌ای نداریم. تازه می‌خوایم قیمت حساب کنیم و حجم ورود به سهم. خب برگردیم به پاورپوینتمون و اسلاید بعد. خب اول باید ببینیم نوع شکستمون چی هست که بتونیم بر اساس اون قیمت رو محاسبه کنیم. نوع شکست ما، برگردیم به نمودار، این کندل سفیده بودم، بذاریم من کم زوم کنم تا کامل
از جلو ببینیم. این کندل حجمم برمیدارم که سوم بهتری بکنیم. این منطقه خطر ما هست که اگه اجازه بدید من خاکستریش میکنم که با منطقه پرعرضه اشتباه ندید. خب یکم بیاریمش پایین تر، دقیقا رو کندل سفید 25% بالایی. خب عرضم به حضورتون که همینطور که میبینین روز بعدش بالاش باز شده و اومده توی منطقه خطر بسته شده، اما روز بعدش تو منطقه خطر باز شده بالاش بسته شده و روز بعدش هم که دیگه ما احتمالا اینجا خرید کردیم دیگه و یا منتظر خریدیم. خب اینجا سهم در حقیقت تاییدی که داره به ما میده میتونیم بگیم ببینیم گپ هم آیا داره. خیر گپ نداره، شکست قطعی هست، یعنی یک سایه و یک کلو، چون یک روز رفته بالاش و روز بعدی بالاش بسته شده. خب نوع خرید ما چجوری هست؟ نوع خرید ما 20-30-50 هست، یعنی 3 تا پله میخریم، 3 تا پله 20%، 30% و 50%. با چه قیمت هایی میخریم؟ قیمت اول در حقیقت 50% محدوده خطر. ببینم من اینجا، بله 50 20 30 50 درسته، و از 50% فیبا هم شروع میکنیم. آها اینجا هم یه اشتباهی صورت گرفته بود، بعضی دوستان از من پرسیدن، من بهشون گفتم به این دوستان ما اینکه چجوری بخریم تو روند سهم کاملا شخصیه، یعنی این روشیه که شما میتونید انتخاب کنید، میتونید هم انتخاب نکنید، میتونید هم در حقیقت هر جور دوستایی ترید کنید. بحث اینه که ممکنه که با این روش با این قیمت ها سهم به ما نرسه. بله من اینو قبول دارم، ممکنه که سهم شارپ باشه و حرکت کنه و ما فقط بتونیم 20% بخریم، ولی شخصا من چیکار میکنم؟ فرض کنید که من الان حساب میکنم و میبینم که قیمت اولم میشه 231 تومن بر اساس چیزایی که قبلا خوندیم. برگردیم به قسمت در حقیقت محاسبه قیمت، ببینید ما اینجا یاد گرفتیم که برای قیمت دریفت حرکت رو بررسی کنیم، شکست های مختلفی داریم، در نهایت میمدیم روی کندل سیگنال فیبو میزدیم، روی کندل سیگنال فیبو میزدیم و با استفاده از کندل سیگنال قیمت هامون رو پیدا میکردیم. خب فیبوی که میزنیم روی کندل سیگنال هست، من یه فیبو معمولی روی کندل سیگنال از انتهاش تا بالاش رسم میکنم. یه بیشتر از اینم نمیتونیم نمودار رو زوم کنیم. خب همینطور که بذاری من این اندیکاتور رو حداقل از اینجا بردارم برمش بالا. این خط میشه نقطه اول خرید ما، یعنی 50% ما 0 23 38 و 50. اینجا نقطه اول خرید ماست در حقیقت، نقطه دوم رو 61.8 هست و نقطه سوم روی 100%، یعنی کف در حقیقت سه. خب فیبو رو اجازه میدید پاک کنم؟ فیبو رو از توی آبجکت لیست فیبو رو پاک میکنم که نمودارم خلوت بشه. سه تا قیمت 227 تومن، 225 تومن و 221 تومن. برگردیم انتهای نمودار، سه تا قیمت پیدا کردیم برای سهم رمارک که من اینجا یادداشتش رو میکنم. گفتیم شکستمون هم قطعیه، یعنی 20 30 و 50 که 20% روی
20، 30 و 50 که 20 درصد رو روی چه قیمتی می‌خریم؟ روی قیمت 227 تومن و 6 ریال میگیم 228 تومن. 20 درصد رو روی 200 و... خب اینجا باید من اینو راستچینش کنم. اصلا کلا از اول بنویسمش 20 روی 228 تومن در حقیقت. خب 30 درصد رو چه قیمتی می‌خریم؟ 30 درصد رو قیمت 225 تومن و 50 درصد مابقی رو رو قیمت 221 تومن. خب ما قرار سهم رو تو سه پله 20 درصدی، 30 درصدی و 50 درصدی تو قیمت‌های 228، 225 و 221 بخریم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اصلا سهم به این قیمت‌ها وارد نشده. همینطور که می‌بینیم فردای اون روز، می‌بینیم اینجا رو، فردای اون روز سهم با یک گپ از در حقیقت منطقه خطر باز شده به یک کندل سفید بلند زده. خب این داره به ما نشون میده که من تمایلی به برگشتن ندارم، من میخوام حرکت کنم و برم بالا. خب تو اینجور مواقع دوستان شما پله هاتون رو میتونید یه مرحله بیارید بالا. یعنی من وقتی که این سهم رو میخواستم بخرم، خب روز بعدش منتظر بودم که به قیمت 227 تومان برسه دقیقا تو این کندل. حالا ببینید چه عکس العملی نشون داده. من منتظر بودم تو این کندل به 227 برسه پله اول، 225 پله دوم و 221 پله سوم رو برداریم. اما سهم به این قیمت ها نرسید. اینطور هم نیست که هیچ وقت نرسه دوستان. این فکر اشتباهه اگه فکر میکنید که سهمی که سیگنال داد دیگه بر نمیگرده پایین. نه، اتفاقا اکثر سهم ها بر میگردن، فرصت مجدد میدن و اگر شما تو بلند مدت این رعایت کنید به نفعتون هست. به حرف یکی که تجربه داره گوش بدید و چون تو گروه دیدم بعضیا میگن که این قیمت ها مناسب نیست، ولی نگران نباشید، این کار جواب میده و بیشتر سهم ها به این قیمت ها برمیگردن. اما مثل حالا وقتی دیدید یک سهمی با گپ بالاتر باز شد و داره بالاتر هم میره، خب من برم تو تایم فریم یک ساعتش خط نارنجی رو پیدا کنم. من اینا فکر میکنم که چرا برگردیم توی یک ساعته، بریم به انتهای نمودار. خط نارنجی اینجاست، سهم باز شده بین 9 تا 10 یه حرکت کوچیک، 10 تا 11 یه حرکت فوق‌العاده بزرگ و مشخصه که داره فاصله میگیره از ناحیه پرتقاضا. خب کاری که شما انجام میدید اینجا پارت اولتون رو میتونید خرید فوری کنید. یعنی من خودم فکر می‌کنم تو این کندل خرید کردم، یعنی اینجا که دیدم قوی هست وایستادم تو کندل قبلیش، اینجا حدودا خرید کردم. یعنی مثلا توی قیمت فکر می‌کنم 237 تومن باشه، آره تو قیمت 237 تومن وارد سهم شدم، 238 تومن بود احتمالاً. خب پس ما میگیم که خب این را که نتونستیم بهش وارد چیم، انتقالش دادیم بالا 20 درصد رو قیمت، بذارین حالا چیزی که اتفاق افتاده چیه. 20 درصد رو قیمت 238 خریدم، 30 درصد اگر می اومده پایین رو 228 می خریدم و 50 درصد مابقی رو روی 225 می خریدم. ببینید دو پله اینجا رو اینجا گذاشتم در حقیقت 228 و 225 و پله اول اما به صورت فوری خرید کردم چون مجبور بودم در حقیقت این رو اجرا کنم. اگر اجرا نمی کردم سهم در حقیقت می رفت و من نمی تونستم ازش خرید کنم. خب پس یه مثال خیلی خوب بود، من اینو پاک می کنم. می تونیم حالا این رو بگیم که در حقیقت یک جمله هم کنارش بذاریم، بگیم من این رو کپی می کنم میرم تو سلاید بعد، بگیم که اینها محاسباتی هستن و اینها عملیاتی هستن که فقط این یه دونش به اجرا
رسید که من ثبتش کردم، تونستیم 20% از پولمون رو رو قیمت 238 تومن خرید کنیم. خب سی و 50% چجوری حساب شد؟ آی جدیدیان الان هم این سوال دارید یا مال قبل بود؟ 30 و 50% همون قیمت های پله های قبلیمون بود، یه شیفت خوردن به بالا، یعنی ما 20% را قرار بود رو 228 بخریم، نتونستیم رفتیم رو 238 خریدیم. 30% قرار بود رو 225 بخریم، خب نمیتونیم اینو، مجبوریم بیاییم 30%مون رو 228 بخریم، یعنی یه پله قیمت هامون رفت بالا. آقای نجاتی یک بار گفتم سه کندل با سایش با هم اندازش یه اندازن، شما وقتی روی کندل فیبو میکشی سایه پایین بالا هر چی داشته باشه تو اون فیبو وجود داره. بارها اینو تو گروه بحث کردن بچه ها و بارها من گفتم، لطفا توجه کنید. قیمتش چه فرقی داره؟ شیفت خورده دوستان. آقای جدیدان میگه چرا قیمت 35 فرق کرد؟ خب اینو من الان توضیح دادم. ببینیم اینطوریه، یه قیمت 238 هم اینجا هست که ما نمیخواستیم اینجا بخریم، اما به دلیل اینکه مجبور شدیم اومدیم یه شیفت دادیم به سمت بالا. یعنی چی؟ یعنی اومدیم گفتیم اینو حرکت میدیم به سمت بالا، قیمت ها رو یه پله میبریم بالا، یعنی 20% این دفعه رو 238 میخریم، 30% رو 228 میخریم و 50% رو 225، یه پله اومدیم بالاتر. خب حالا این میشه در حقیقت قیمت ورود ما به سر. حالا برگردیم سراغ، من اینو پاک کنم برم سراغ اسلاید بعدی که محاسبه در حقیقت حجم هست. خب فرمول متفاوته، فرمول اول بر اساس استراتژی ماست، فرمول دوم بر اساس اون سهمیه که داریم بررسیش میکنیم و فرمول سوم هم که رابطه خیلی ساده است. استراتژی من تو اون جدول مثال زده بودم و استراتژی من در حقیقت بذاریم من جدول رو بیارم، دقیقا یکی از ردیفاش استراتژی من هست. بله این جدول هست، برگردیم به انتهای نمودار اینجا. خب ببینیم ما اینجا گفتیم که این رابطه که کاملا مشخصه پارامترهای توش، پارامترهایی که تو این جدول هست x و k و k که حساب میشه، x و p و w و l هم جلسه هشتم توضیح دادم، اگر نمیدونی جلسه هشتم رو حتما نگاه کنید. اما استراتژی من تقریبا مورد دوم هست، بیشتر با مورد دوم جور هست و به من اجازه میده از هر سهم حد اکثر 25% داراییم رو بخرم، در حد 25% داراییم رو میتونم از هر سهم بخرم. چون دارایی من، حالا فرض کنیم که دارایی من 400 میلیون تومان هست و 25%ش در حقیقت این عدد میشه 25% برای من، 25% و چون کل دارایی من 400 تومن هست ضرب در 25% اگه بکنیم برابر میشه با 100 میلیون تومن. خب از روش اول من به این نتیجه رسیدم که تا 100 میلیون تومن، بذاریم من جلوش بذارم که با فرمول بعدی قاطی نشه، تا 100 میلیون تومن اجازه خرید دارم. خب بریم سراغ استراتژی بعدی. استراتژی بعدی بر اساس نوسانات اون سهم هست. خب ما در حقیقت میانگین نوساناتش رو میخوایم و میانگین سودش توی چند روز اخیر. من بهتون میگم ولی خب
خودتون برید حساب کنید. من فکر کنم عرفه رو توی جلسه قبل ما حساب کردیم، درسته؟ بله اینجا هست. البته این مال این اطلاعات قدیمیه، شما دوباره حساب کنید. ولی شما کاری که باید بکنید، باید ببینید که توی موج صعودی، دوستان نباید برید تو موج نزولی قبلیش پیدا کنید که یه عدد منفی در بیاد. توی موج صعودی قبلی ببینید سودهاش به چه شکل بوده، روزی چند درصد سود میداده و نوسانش چقدر بوده. خب این متوسط چجوری پیدا میشه؟ متوسط سود روزانه دقیقا میشه همون متوسط، به عبارتی میتونیم بگیم متوسط قیمت پایانی. یعنی قیمت پایانیش توی 20 روز، توی این 20 روزی که داشته صعود میکرده، توی 30 روزی که داشته صعود میکرده به چه شکل بوده و نوسانش چی؟ نوسانش میشه فاصله مینیمومش تا ماکسیمومش، یعنی چقدر نوسان کرده. حالا اگر توی یک روز با صفحه خرید باز شده و با صفحه خرید بسته شده، نوسانش 0% میشه. اگر از صفحه فروش رفته تا صفحه خرید، نوسانش 10% میشه. این متوسط در حقیقت شما میاد بین اون 20 روز متوسط میگیرید، که متوسط وقتی سهمی همیشه با صفحه خرید بره بالا، هم میانگین سودش بالاست، هم متوسط نوسانش خیلی پایینه، چون نوسانی نداشته تو طول روز، توی قیمت باز شده توی قیمت هم بسته شده، فاصله بین مینیموم و ماکسیمومش. که اگر حساب کنیم ما بریم توی سهم عرفه، تایم فریم روزانه رو بیاریم، یه نکته منفی که داره اینه که تقریبا میبینیم توی شاید چندین هفته است که سهم تقریبا میتونیم بگیم مرده و روند صعودی خیلی قوی نداشته، به جز یه مدت محدودی که اینجا یه روند خوب صعودی داشته و از 230-240 تومن تا قیمت 450-60 تومن حرکت کرده، بعدش مدام یک روند نزولی رو طی کرده، فقط نوسانات حول یک روند نزولی بوده. اما با توجه به اینکه به قیمت خیلی خیلی خوبی وارد شده، ما وقتی نگاه به موج صعودی میکنیم که از این قیمت حرکت کرده، میبینیم که یک حرکت شارپ داشته. یعنی چی؟ یعنی سود بالا با نوسان کم. پس احتمالاً این روش، حالا شما عدداش رو حساب کنید، تو همون موج صعودی قبلی برید عدداش رو حساب کنید، ولی احتمالاً بهتون عدد پایینی نخواهد داد. حالا من حدس میزنم که اینجا بهتون عدد 40% را خواهد داد، یعنی 40% پورتفو شما اجازه دارید بخرید که 40% پورتفوی من 400 ضرب در 40 میشه 160 تومن. خب پس روش دوم به من اجازه داد که 160 تومن از این سهم خرید کنم. اما روش سوم میگه 1% معاملات روز. خب روزی که من میخواستم بخرم چه روزی بود؟ دقیقا توی این کندل بود، توی کندل سیگنالوم کجاست؟ اینجاست، توی این کندل بلند بود اینجا، یعنی روز 28/6/2017. میتونیم از توی TSE هم پیدا کنیم روزی که ماکسیمومش حدود 245 تومن بوده. من میرم صفحه TSE، خب مبارک باشه، TSE ژاپنی رو برام آورد، نمیدونم چرا تشخیص داد ما ژاپنی هستیم. خب سهم عرفه سابقه معاملاتیش چند روز پیش هست که حد اکثر قیمتش، بیشترین قیمتش حدود 245 تومن باید باشه. ببینیم پیداش میکنیم اینجاست، یعنی بذاریم من این نگاه کنم دوباره ببینم چند کندل پیشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 کندل فقط 10 روز پیش هست که اینجا 20 5 کندل و 10 کندل، بله اینجاست 10 حقیقت ما، بله خودشه، یک کندل سفید بعد از این کندل سیگنال اینجاست، درست. خب ما رو تو روز 7/4/96 وارد سهم شدیم، چه قیمتی؟ تو قیمت 238 تومن. می‌بینید تقریبا نزدیک کف هم وارد شدیم، چون سب کردیم وسط بازار
با قیمت مناسب سهم رو خریدیم. چرا مجبور شدیم بریم بالا؟ چون دیدیم که دیگه چاره ای نداریم، سهم شارپه و داره در حقیقت این قیمت ها رو ممکنه دیگه نبینه. خب چی رو میخواستم نگاه کنم؟ بحثمون به اینجا رسید. آها، پس میبینیم معاملات روز چقدر بود. ببینید تا اون موقع معاملات روز توی سهم حدود مثلا فرض کنید 1 میلیون بود، حالا دقیق یادم نیست اون نمودار میشه دیدش، ولی کل معاملاتی که اون روز بر سهم انجام شده 2 میلیون سهمه و متوسطش هم که نگاه میکنیم میبینیم متوسطش هم تقریبا حدود 2-3 میلیون سهم هست، به جز اون روز سیگنال که خیلی هرچ خورده و 24 میلیون بوده، بقیه روزها تقریبا حدود 2 میلیون هست متوسط حجمش. و 2 میلیون وقتی ما میگیم 1% از اون، یعنی که من حد اکثر میتونم 1%، بگیم 2 میلیون سهم، 2 میلیون سهم ضربه داره 1% در حقیقت ارزش معاملات البته هست، ولی حالا ما اینجا 1% حجم معاملات میگیریم که اگه ما 1%شو بخوایم بگیریم، یعنی ما حد اکثر میتونیم اصلا 20,000 تا خرید کنیم توی اون روز، توی اون روز خاص. اگر بیشتر میخوایم خرید کنیم باید صبر کنیم، دوباره فردا خرید کنیم، دوباره پس فردا خرید کنیم، ولی توی اون روز خاص ما حد اکثر میتونیم 20,000 تا خرید کنیم. خب شرط بعدی رو بررسی کنیم، میگه 10% میانگین ماه. تقریبا اون روز برابر با میانگین ماه بود، میانگین ماه هم حدودا 2 میلیونه. بزنین از صفحه تی اس هم میتونیم الان نگاه کنیم میانگین ماه رو، میانگین ماه 4,500,000. خب بهتر ما میگیریم 4,500,000. 4 میلیون چند بود دقیقه؟ 4,494,000 میگیریم، 4,500,000، 4,500,000 برگ سهم میانگینش. ما باید حد اکثر چند درصد از این رو بخریم؟ 10% از این رو، یعنی 1/10 از این رو، که میشه 450,000 تا. و شرط آخر 20% پورتفول. خب که 20% پورتفول من هم دوباره میشه 400 ضرب داره 20% پورتفول که میشه 80 میلیون تومان. خب من اینو میبندم، این عکس ها رو اگه این پایین پاک کنم کنم اون رابطه جدید هم اینجا بذارم. خب من اینم فکر کنم حساب کردم، چرا ننوشته؟ آه نه، خب از روش های مختلفی، خب 20,000 تاش هم بذاریم عددش رو بنویسیم، 20,000 تا سهم که این تقریبا میشه چند میلیون تومن، چون به میلیون تومن داشتیم می‌نوشتیم، 200 چند خریدیم؟ 238 تومن. پس اگه بخوایم 20,000 تا تقریبا میشه 5 میلیون تومن. این چه جوابی میده؟ 450,000 تا، بگیم 500,000 تا، 5 تا حدود مثلا 180 میلیون تومان. خب یه بار دقیقش رو حساب کنیم که نتیجه‌مون درست باشه. 450,000 تا برابر 238 تومان. اشتباه حساب کردم، بعد 170 تومان. خب 110 تومان. و روش های مختلف الان به ما گفتن، هر روش میبینید هر روش داره در حقیقت اندازاشو میگه. اینجا هم فکر کنم 25% پورتفو بود که گفتم 400 ضرب در 25% پورتفو مساوی با 100. خب روش های مختلف رو حساب کردم، میبینید که هر روش در حقیقت داره یه کا به ما میده. بذار اسم اینم بذاریم کا، اینم دوباره یک کاه، اینم دوباره یک کاه دیگه است، اینم دوباره یک کاه دیگه است. ما میتونیم در حقیقت مینیموم اینها رو برداریم به عنوان اون چیزی که ترید میکنیم. من شخصا روی عرفه
تا 80 میلیون تومن میتونستم ترید کنم، اما اون روز خاص بهم 5 میلیون تومن بیشتر اجازه خرید نداد. البته بیشتر خریدم، من 12 میلیون تومن خریدم. شما این کارا رو نکنید، پایبند باشید. و اگه میخواستم 80 میلیونم رو تکمیل کنم باید ادامه میدادم. حالا چرا 12 میلیون تومن خریدم؟ بذار ببینیم جلوتر. ببینید، من عدد 80 رو انتخاب کردم چون حجم معاملات اون روزش کم بود و احتمال میدادم تا روزهای آینده دوباره بهم فرصت بده که به سهم وارد بشم. عدد 80 رو که انتخاب میکنم میارم اینجا، میگم خب این 20%، 30%، 50%ی که میخوام وارد سهم بشم میخوام به میلیونش کنم. 20% 80 میلیون یعنی 16 میلیون تومان. دقیقاً 16 میلیون تومان رو 228. 30% 80 میلیون یعنی 24 میلیون تومان روی 225. و 50% 80 میلیون یعنی 40 میلیون تومان روی 221. که بعد از اینکه محاسباتمون برگشت، خب ما باید چیکار کنیم؟ ما مجبوریم 16 میلیون اولمون رو فوری بخریم، که من تونستم 12 میلیون بخرم، 16 میلیون نتونستم بخرم. پس فهمیدیم که حجم و قیمت هم چجوری حساب میشه. هر دوتا رو بررسی کردیم، هم قیمت رو پیدا کردیم هم حجم رو. خب کلن درسته که کلن تونستیم 12 میلیون تومان از سهم ارفع بخریم و تو قیمت 238، و الان هم بذاریم حساب کنیم چقدر تو سودیم. تقریباً سهم بگیم 275 تومنه و ما 238 تومن خریدیم، 37 تومن سهم بالا اومده، تقسیم بر همون 238 تومن تقریبا 15.5% 1.5% هم کارمز بشه، بگیم 14%، سهم 14% بالا اومده و ما عجله ای نکردیم برای خرید. یک، ممکن بود نگاه کنید سهم رو، این چندین بار اتفاقاتی افتاده ولی سهم دوباره ریزش کرده بعدش، پس ما هیچ عجله‌ای برای خرید نداریم. قرار نیست که تو قیمت خیلی خوب بخریم، زود بخریم، تا خریدیم تو کف باشه، تا خریدیم سریع بعدش حرکت کنه بره بالا، تا رسید به سقف بفروشیم. اصلا این کار امکان پذیر نیست. ما سعی میکنیم ترید خوب انجام بدیم، وسط روند وارد شیم، دوباره هنوز به انتها نرسیده خارج شیم و از بازار کسب سود کنیم. خب 14% توی 7-8 روز اصلا عدد بدی نیست، و اگر درصد سهمایی که انتخاب میکنین درصد معاملات موفقتون خوب باشه، اونایی هم که تبدیل به ضرر میشن خب به مرور برمیگردن و در حقیقت میتونید ازشون در حقیقت خارج بشید با ضرر حداقلی و معاملات سودتون اونا رو جبران خواهد کرد. خب بریم سراغ مانیتورینگمون. بزنین یه اسلاید دیگه اضافه کنم. خب تو مانیتورینگ میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم همون سه تا در حقیقت کاری که گفتم رو با هم انجام بدیم. چه کاری باید انجام میدادیم؟ اولیش این بود که باید میگشتیم دنبال کندل های مردد. گفتیم خب میریم همینجا، من مثبت رو میزنم یکم زوم میکنم، انتهای نمودار رو میارم، میرم تو تایم فریم یک ساعته. این اینجا در حقیقت ما جاییه که شروع بزنم خط نارنجی رو کجا گذاشتم من. بله، خط نارنجی جاییه که وارد سهم شدیم. روزی هست که میخواییم وارد سهم شدیم، بریم از فرداش. از فرداش اینجاست که دیگه ما داریم سهم رو مانیتور میکنیم. میریم تو تایم فریم یک ساعته. بزنین دونه دونه کندل ها رو با هم بررسی کنیم. خب کندل اول مشکلی داره آیا؟ من که مشکلی نمیبینم، خیلی خوبه همه چیز. کندل دوم مشکلی نداره. کندل سوم یکم قدرت گاف ها کم شد، یکم احساس خطر میکنه. بذارید حجم رو بررسی کنم ببینم حجم به چه شکله. اگر اوضاع خرابه همینجا با سود چند درصدی خارج بشن. خب ببینیم آیا اینجا میتونیم خارج بشیم. بله، سهم 253 تومن هست و ما تو 253 تومن کلکیولیتر اگه بیاریم 253 تقسیم بر 238
ما 6% 6.3 تو سود هستیم که خالص میشه تقریبا 4.8 بدون کارمزد ما سودمون هست. پس بله میتونیم خارج بشیم اگه شرایط خوب نباشه. خب نگاه میکنیم شرایط، میبینیم که بزنین دیتا ویندو رو هم باز کنیم. میبینیم که یه کندل همر داریم، سایه پایینی بلند، که سایه پایینی بلند داره نشون میده که انتهای کندل برگردوندن سهم رو بالا گاب ها، اما به هر حال یه نشانه ای از خرس ها وجود داره. در حقیقت این چون تو سقف اتفاق افتاده دیگه اسمش برای ما همر نیست، اسمش برای ما میشه مرد آویزان، یعنی داره توی بالای نمودار. میبینید توی این کوتاه مدت توی یک ساعته که نگاه میکنیم تو بالای نمودار داره اتفاق میفته، پس یه مرد آویزان داریم میبینیم. خب چقدر حجم خورده؟ حجمش نسبت به کندل قبلی خیلی کم بوده، کل حجمی که اینجا خورده 750 هزار تا بوده. اینجا میبینیم توی نمود، توی نمودار اینجا والیوم رو بخونید وقتی من میرم رو کندل، میبینین حجمش 750 هزار تا بوده که حجم کندل قبلی 2 میلیون بوده، حجم کندل قبلیش دوباره 1 میلیون بوده، قبلیش 500 هزار تا بوده، قبلیش 700 هزار تا بوده. به حال از دو تا کندل قبلیش حجمش کمتر بوده و 750 هزار تا بوده. خب کندل بعدی یک کندل گاوی هست با بدنه کوچک، اما مهمه که حجمش از کندل قبلی بیشتره، 850 هزار تا. کندل بعدی یک کندل پوشای نزولی، دوباره داره قدرت خرس ها رو نشون میده، اما با توجه به اینکه یک کندل خیلی قرمز و بلند هست حجمش آنچنان زیاد نیست، 822 هزار تا. اینجا ما میتونیم اقدام به فروش کنیم اگر داریم نوسان گیری میکنیم. خب دومین سیگنال رو از سهم برای خروج گرفتیم، میتونیم اقدام به خروج کنیم با یه سود 4-5% نوسان گیری کردیم تو دو سه روز و بیایم از سهم بیرون. اما من خروج نکردم چون دیدم حجم ها خیلی کمه. باز میبینیم فرداش حجم کم میبینیم حجم ها کم 400 هزار تا. دوباره اینجا که کندل های مثبت شروع شد ببینیم 5 میلیون دوباره اینجا حجم خورد. خب این خوبه، داره نشون میده که سهم گاو ها هر وقت میان با قدرت بیشتری میان، با دست پرتر میان. خرس ها خیلی آروم میفروشن میان پایین، ولی گاو ها با گله زیاد و خیلی محکم معامله میکنن. خب چند اینجا سهم فکر میکنم صرف خریده، میبینیم توی قیمت توی چند تا کندل پشت سر هم معامله شده. باز دوباره بعد از اون یک کندل های مردد میبینیم، دوباره نزول های کم حجم میبینیم 200 هزار تا، 200 هزار تا، 200 هزار تا، 70 هزار تا، کندل های خیلی کم حجم. و باز دوباره یه صعود و شکستن این قیمت، یعنی قیمت تقریبا 255 تومان با یه کندل 15 میلیونی. درسته 15 میلیون حجم اینجا خورده. خب پس هنوز هم من نمیفروشم، چرا بفروشم؟ کاملا مانیتورینگ ما داره جواب میده، میبینیم که خب سهم داره خیلی خوب معامله میشه. آفرین، چقدر خوب خریدیم. خودمون رو تشویق میکنیم، چای میخوریم و ادامه روند رو با هم نگاه میکنیم. خب دوباره اینجا یه حجم خوب، حجمهای 3 میلیونی که منطقیه برای ما. دوباره اینجا احتمالا سهم صفحه خرید بوده، یه کندل بالا زده روی 200 و تقریبا ماکسیمومش 275 تومن بوده و دوباره تو برگشت ها حجم های کمی معامله شده. همچنان من از سهم خارج نشدم. دقیقا شرایطی که برای ورود به سهم بررسی می کردیم اینجا برعکسشه. شما بعد از الان دیگه منتظر این باشین که تاییدیه بگیرید برای خروج، بعد منتظر این باشین که الگوهایی پیدا کنید که خرس ها قوی هستن و تایید هم وجود داشته باشه، یعنی باید تو منطقه پر عرضه باشیم. ببینید هنوز ما به منطقه پر عرضه رسیدیم یا نه؟ نه هنوز نرسیدیم، ولی ممکنه از نزدیکیاش برگردیم، یعنی 280 تومن. اگه تو منطقه پر عرضه بودیم، اگه حجم فروش بالا بود، اگه الگوی در حقیقت نزولی داشتیم، همه اینا رو بعد اون بالا بررسی کنیم و اگه برقرار بود خب اقدام به فروش می‌کنیم. خیلی راحت وارد سهم شدیم، الان نزدیک 14% تو سود خالص هستیم. با سهم هم تصمیم گرفتیم که بمونیم به دلایلی که الان بررسی کردیم. و چی رو یادمون رفت مشخص کنیم؟ چیزی از قلم افتاد دوستان؟ خانم هیدری برای چی میخواییم باز پله بزنیم؟ دیگه درست نیست.
آه راست میگن، حد ضرر رو یادمون رفت بررسی کنیم دوستان. چرا کسی نگفت؟ خب حد ضرر بهترین راهش اینه که در حقیقت بیایم متوسط نوسان روزانه رو بگیریم، که ما متوسط نوسان روزانه رو برای الفا حساب نکردیم. فرض کنیم حساب کنیم شد عدد 2، عدد 3. ما مثلا اگر عدد 2 بشه متوسط نوسان، ضرب در 2 و 65 میکنیم به همین سادگی. اصلا هم کار سختی نیست. میگیم عدد نوسان شده متوسط روزانه شده 3% یا 2%، ضرب در، حالا احتمالا 3% اینا میشه، ضرب در 2 و 65 میکنیم میشه تقریبا 8%. 8% زیر قیمت در حقیقت ورودمون، قیمت ورودمون دوستان دقت کنید قیمت میانگین ورودمون هستا. الان ما اینجا که تو قیمت متعین مدار، اینجا که ما تو قیمت 238 ورود کردیم، 8% پایین ترش حد ضرر نمیذاریم ها. 8% پایین ترش ممکنه بشه 228 دوباره میخریم، 225 هم دوباره میخریم. حالا یه میانگینی داریم، مثلا میانگین ما هست 227 تومن. حالا میانگینمون اگه برسه به اینجا حساب میشه هست 200 مثلا 27 تومن فکر میکنم. 227 تومن رو 8% ازش کم میکنیم، بزنین کم کنیم. اگر سه پله انجام شد 227 تومن ضرب در 92% میشه 208 تومن. تقریبا 209 تومن. یعنی 209 تومن میشه حد ضرر ما. اگر سهم به 209 تومن رسید از سهم خارج میشیم با 8% در حد ضرر. البته میتونید اگر سهم به 208 تومن رسید و 2 روز زیر اون با حجم معامله شد، تو پول بک ها میتونید خارج بشید. یعنی ممکنه که بالا بزنه حتی تا 210-15 تومن هم بعد از اون بره، ولی شما هر بالایی رو میفروشید چون که حد ضررتون فعال شده و باید از سهم خارج بشید. خب اگر اجازه بدید یک استراحت کوتاه بکنیم برمیگردیم. خب دوستان برگردیم سراغ ادامه مبحثمون. اگه موافق باشید بریم سراغ بررسی سهم بعدی که سهم فنوال هست. در حقیقت یکی از سهم هایی هست که من داشتمش و گفتم که یه سهم رو هم بذاریم که یه کمی متفاوت باشه. حالا سهم قمار که هم هست، اون هم یه جورایی سیگنال خرید داده و الان وقت خریدش هست. اگه میخواین یا چون وقت محدوده یا فنوال رو بررسی کنیم یا قمار، حالا فرق باهاش من نمیکنه، چون آقای اعظمی داره میگه که یه سهمی بررسی کنیم که چیزم نباشه، حالا میتونیم فنوال رو بررسی کنیم که ببینیم آیا سیگنال فروشی داره یا نه. خب پس اگه موافق باشید من یه کمی سریعتر میرم جلو، بریم سهم فنوال رو. خب پایین که ندارمش جانم به چشمم پر چارت ویندو. Template price action. خب سهم رو دوستان من خودم تریدش کردم و برای این انتخابش کردم، گفتم شاید نکته جالب برای شما هم داشته باشه.
خب یه روند نزولی توی سهم می‌بینیم، روند نزولی من نارنجیش میکنم. اولین سیگنال رو کجا میبینید؟ من اینو بذارم اینجا بالا ببینم دوستان چی می نویسن. به نظرتون اینجا سیگناله، اینجا سیگناله، اینجا سیگناله، اینجا سیگناله. ببینید در نظر بگید ما تو این موج داریم میایم پایین، اینجا یه سیگنال اولیه میگیریم، میبینیم نه جهت تقاضا نزولیه، میایم 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 اینجا، دوباره اینجا سیگنال میگیریم، میبینیم نه هنوز سهم یه کندل بلند داشته. بزنین حجم هم بیارم والیا، میبینیم سهم یه کندل سفید داشته، قیمت حدود 130 تومن، حجم هم خوب بوده و جهت تقاضا هم حتی صعودی بوده، اما نتونسته بشکنه. میبینیم یعنی اینجا رو کندل سیگنال اگه میگرفتیم و بدون تایید وارد معامله میشدیم، میبینیم اینجا سهم رفته نتونسته، اینجا نتونسته، اینجا یه روز کوچولو مونده ولی باز برگشته اومده پایین، یعنی همه چی تاییده ولی نتونسته اصلا منطقه خطر رو بشکنه به بالا و تایید ورود به ما نداده. متاسفانه یکی از دوستان من همینجا به سهم ورود کرده بود و میگفت که نه سهم قیمته، نگاه کنید اتفاقا بعد هم نمیگفت، میگفت قیمته، دقت کنید، گفت قیمت، ببینید اینجا چه قیمت مهمی بوده، اینجا یک برگشتی زده، یک از حمایت های مهمش بوده با قیمت های 100 و مثلا 39 تومن، میگفت روی یک حمایت خوب قرار داره و با یک کندل خوب اومد بالاش، حجمم خوب بود، پس نگرانی نداره، پول بک بوده و این سم برمیگرده و میره. ولی خب من قبول نکردم، گفتم خیر من به استراتژی پایبندم و سعی میکنم که طبق اون عمل کنم و ازش نتیجه هم گرفتم، پس به همون پایبندم، حتی اگه این سهم رشدم کنه من نمیخرمش، مشکلی ندارم و سهمای خودم رو میخرم و به استراتژی خودم پایبند میمونم. خب پس اینجا هم سیگنال نیست، دلیلش هم گفتم چون نتونسته بشکنه. میایم اینجا، اینجا یه کندل تقریبا اینورتد همر میبینیم، جهت تقاضا ولی نزولیه، اینجا یک کندل همر میبینیم که جهت تقاضا هم صعودی هست، اما مجددا اگر محدوده خطر رو رسم کنید سهم قادر نشده که محدوده خطر رو بشکنه. الان فرضاً این یک کندل متوسط برای سهم هست، یعنی 50% این رو به عنوان محدوده خطر میگیرید، 50% این کندل چه به عنوان محدوده خطر، که میبینید سهم نتونسته محدوده خطر رو بشکنه. نمیدونم چقدر با روش های دیگه کار کردید یا چقدر با بورس آشنا هستید، اما من فکر میکنم اگر یکم حرفه‌ای باشید الان باید یکم به وجد بیایید، یعنی الان باید خیلی خوشحال باشید و خیلی در حقیقت به خودتون ببالید که یک روشی بلدید که داره کامل سیگنال های فیک رو برای شما شناسایی میکنه و این کار ساده ای نیست، اندیکاتورهای زیادی وجود دارن، در حقیقت روشهای زیادی وجود دارن، تکنیکال کلاسیک خیلی پیچیده تر از اینه، فاندامنتال بسیار پیچیده تر از اینه، روشهای زیادی برای تحلیل وجود دارن، اما ما یه روشی پیدا کردیم، یه روشی ابداع کردیم که خیلی راحت داره به ما سهمهایی که میخوان رشد کنن و واقعا این رشد منطقی و واقعی هست و فیک نیست رو به ما نشون میده. اصلا برای ما مهم نیست که اینا به چه دلیلی میخوان رشد کنن، به هر دلیلی، حالا اگه تکنیکالشون خوب باشه، فاندشون خوب باشه، خبری داشته باشن، مهم اینه که روی نمودار خیلی خوب معامله میشن
و ما تایید رو نمودار میگیریم. جلسه نهم هست دوستان، هنوز یک جلسه دیگه مونده، اما اون جلسه به صورت کارگاه هست احتمالاً. من یه سری ابزارها بهتون معرفی خواهم کرد، تو طول بازار شد با سهم کار کنیم، شاید هم همون تو تایمه بعد از بازار باشه. و تقریبا الان درسمون تموم شده، دوره خوبی بود، ولی من از بعضی دوستان واقعا ناراحت شدم، واقعا حرفایی زده شد که من انتظارشو نداشتم. مهم نیست، هرچه بود گذشت، امیدوارم که خیلی خوب بتونید از این مفاهیم استفاده کنید، ولی حتما اگر سود کردید به من بگید، چون من میخوام یه سری مسائل بعدی رو به دوستانی که در حقیقت با من در ارتباط هستن در میون میذارم. انشالله بتونیم که معاملگرهای خوبی از همه بچه ها بسازیم و همه همیشه خوشحال باشن و همیشه بگن که ما یه روش یاد گرفتیم که فارغ از همه روش های دیگه، فارغ از همه پیچیدگی های روش دیگه، خیلی ساده میتونستیم خود نمودار رو بفهمیم، خود نمودار رو درک کنیم و بعد از مثلا یک سال کار کردن با این روش، با یه نگاه به نمودار میتونستیم بفهمیم که این سهم آیا قرار بالا بره، قرار پایین یا قرار چه اتفاقی براش بیفته. خب بذاریم، چون الان یکی از دوستان به پیام داد، یه خورده این داغ منو تازه کرد، ببخشید اصلا کلاس من به خورده حاشیه‌ای صحبت کردم. بریم سراغ سیگنال بعدی. اینجا دوباره سم سیگنال داده اما جهت تقاضا نزولی هست، اینجا دوباره سیگنال داده اما هنوز کندلی نیست که به عنوان سیگنال حساب بشه، یه کندل کاملا معمولیه. اینجا همینطور، دوباره تا اینجا اولین سیگنالیه که ما از سهم میگیریم، در حقیقت یه کندل به نسبت این روند که نگاه کنیم یه کندل متوسط رو به بالا است. یعنی میتونیم بگیم چون حجم معاملات توی این کندل زیاد نشده، یه سیگنال اولیه گرفتیم. سیگنال رو بهتر بگیم اینجا گرفتیم که هم یه کندل در حقیقت چکش داریم و هم یه حجم بالا و همین که با گپ باز شده از کندل پایین. اینجا جاییه که ما سیگنال رو گرفتیم، یک سیگنال کاملا واقعی و درست. تو چه قیمتی؟ تو قیمت 124 تومن. خب مرحله اول بررسی کردیم، روند سن روند نزولی بود. مرحله دوم باید بررسی میکردیم که آیا الگو هست. بله، یه الگو پیدا کردیم، یه همر پیدا کردیم که با گپ باز شده بود. مرحله سوم منطقه پر عرضه و پر تقاضا رو به تایم فریم هفتگی میریم، سهم رو زوم اوت میکنیم که بتونیم کندل های بیشتری ازش ببینیم. خب اندیکاتور هم فعلا کوچیکش میکنیم. من میخوام منطقه پر عرضه رو رسم کنم. کف این منطقه میتونه اینجا باشه و سقفش هم جایی که سایه های زیادی داریم. بله، خب حالا یک منطقه پر تقاضا رسم کنیم. کف این منطقه جایی که سایه های پایینی داریم اینجا باشه و تو یک منطقه پرتوازه نزدیکتر هم پیدا کنیم که اینجا میشه، سم چند بار ازش برگشته تا اینجا سایه های دامه داشتن و اینجا هم ناحیه واکنش هست. خب من یادم رفت این رنگاشون رو درست کنم، رنگ سبز و رنگ نارنج. برمیگردیم به تایم فریم روزانه. خب تقریبا در نزدیکی منطقه پرتقاضا بوده تا رسیده بهش، می اینجا یه بار واکنش داده، اینجا یه بار واکنش داده، اینجا دوباره واکنش داده، تا رسیده بهش یه کندل سفید زده و بعد از اون یه کندل همر زده با حجم بالا. خب ما کندل سیگنال رو گرفتیم، همون کندل همر، براش منطقه
یه کندل تقریبا متوسط هست. من 50% رو به عنوان ناحیه منطقه خطر میگیرم. بزنین زوم کنیم و بریم به انتهای نمودار. بله اینجا منطقه خطر ما هست، منطقه خطر سیگنالمون هست که میبینیم تو این کندل شکسته شده. این کندل آبی اومده شکستتش و یه شکست در حقیقت از نوع چی داریم؟ از نوع تکمیلی، درسته؟ یک شکست تکمیلی داریم. حالا چرا من میگم شکست تکمیلی؟ درسته که اولین کلوز بالای این منطقه هست، اما با توجه به اینکه ما یک سیگنال داشتیم و این سیگنال با گپ باز شده، سیگنال دوم هست، اولین کلوز برای ما یه شکست تکمیلی حساب میشه، چون یه بار دیگه ما یه شکست داشتیم نسبت به این کندل سیگنالمون. یعنی میتونیم بگیم که دیگه خیلی خوشبینانه است که ما فکر کنیم دو تا کندل این بالا کلوز کنه و بعد برگرده پایین و ما بتونیم بخریم. پس یک کندل هم کلوز کنه، ما میتونیم اینو به عنوان شکست تکمیلی در نظر بگیریم، چون اینجا یک گپی داریم، یه فاصله ای گرفتیم از منطقه پرتقاضا و احتمال داره که سهم به سمت بالا حرکت کنه. خب تا اینجا که همه شرایط اوکی بوده، الگوی برگشتی داریم، حضور تو منطقه پرتقاضا داریم، جهت تقاضا صعودی هست، عوامل رو بررسی کنیم. آیا تو منطقه پرتقاضا وجود داریم؟ بله، دقیقا از همون جا برگشت خورده. آیا کندل بعدی بسته شده خارج از محدوده؟ بله، سه تا کندل بعد از اون بسته شده. حجم معاملات آیا تایید کرد؟ بله، کندل همه ما حجمش خیلی خوب بود. تعداد سایه‌های خارج از محدوده داشتیم، این هم تایید میکنه. چند تا کندل خارج از محدوده داشتیم سایه‌شو و دو الگوی موافق هم حتی داشتیم. چرا؟ چون یه الگوی اتفاق افتاده بود اما تاییدیه نداشت، الگوی دوم که همه بود دوباره اتفاق افتاد و دقیقا تاییدیه هم داشت. حتی اینجا شکست ما با یک الگوی صعودی هست، دقیقا یک کندل سفید بلند هست دوباره، یعنی الگوی سوم رو داریم اینجا میبینیم. خب همه چی آماده است برای ورود به سقف. فیبوناچی رو رسم می‌کنیم. به این دوستان میگم اینا کمی بسته به تجربه شما داره. مثلا من الان فیبوناچی رو این کندل رسم نمی‌کنم. درسته که کندل سیگنالمون این هست، اما من برای اینکه قیمتم زیاد بالا نباشه فیبوناچیمو میام، نگاه کنیم، فیبوناچیمو میام از روی منطقه تقاضا دقیقا از این بالاش تا کندل سیگنال میگیرم. دیدید چیکار کردم؟ از روی منطقه تقاضا تا کندل سیگنال. خب قیمت هایی که بخوام بخرم با توجه به جدولی که داشتیم، اگه بخوایم قیمت هایی که بخریم رو پیدا کنیم، یک شکست تکمیلی داریم و شکست تکمیلی هم گفتم دلیلش رو چرا داریم. میگه تو دو تا پله بخریم، تو دو تا پله 3070 و 38 هم شروع کنیم. خب برمیگردیم 38 ما چه این قیمت، ۱۲۱ تومن و بعدیش هم رو 50% میتونیم بخریم، رو 61.8 هم میتونیم بخریم. من رو 61.8 میخرم که میشه 119 تومن. من فیبرم پاک میکنم که نمودارمون زیاد شلوغ نشه. هر سهمی رو که بررسی میکنیم درس های جدید توش هستن دوستان. قرار نیست که ما سولب باشیم و یک کار رو تکرار کنیم. بسته به شرایطی که وجود داره، اینجا دیدید ما کندل سیگنالمون گپ داشتیم، حتی من اومدم شکست تکمیلی گرفتم، چون گپ داشتیم فیبر رو خودش نکشیدم، فیبر رو سعی کردم یکم بیارم پایین‌تر که خریدام بالا نره. خب تو قیمت 121 تومن تقریبا 122 تومن و 119 تومن و 120 تومن من خریدم و انجام میدم. دو تا پله 30 درصدی و 70 درصدی آیا سه این قیمت ها رو دیده؟ بله، پله اول رو که دیده، 121.9 میبینیم اینجا بعد از شکست دو روز منفی شده و قشنگ اومده اینجا معامله شده، حتی دو روز اینجا معامله شده. و پله 119 و 7 هم خیر نیده، اما یکم بالا تا 119 و در حقیقت ببینم من مینیموم در حقیقت مینیمومم اینجا 120 تومن بوده، یعنی سریال
پایین تر از اون چیزی که سریال بالاتر از اون چیزی که ما میخواستیم بخریم. اما فکر کنم من اینجا یک تغییر دادم، یه لحظه بذار اجازه بدیم. بله از 38 بعد شروع میکردیم دوستان. یک بار دیگه من فیبر رو میکشم، فیبر رو از روی سقف منطقه یا از کف کندل قبلی تا سقف این کندل میکشم. یکی رو 38 بعد بخریم، یکی هم رو 50. سطح بعدی سطح 50 هست، سطح 61 رو من گذاشتم اشتباه. خب فیبر رو پاک میکنم. بله یکی بعد رو قیمت 122، یکی هم 127 ریال که خدا رو شکر هر دوتا رو سن دیده. من خریدم تکمیل میشه، حد ضررم با فرض این که میانگین نوسانات سهم حالا چشمی هم نگاه کنیم تقریبا 3% هست، حد ضررم 8% پایین تر میشه. یعنی کلکیولیتر من از یه راه خیلی ساده دارم حساب میکنم، شما درس حد ضرر توضیح دادم اینجا چون عجله داریم. 128 ضرب در 92 صدم، 120 تومن تقریبا میانگین ما باشه فرض کنیم، 121 تومن فرض کنیم میانگین ما باشه، ضرب در 92 صدم 8% پایین تره، 111 تومن هم حد ضرر ماست. پس این قیمت یعنی 111 تومن، من با خط مشخصش میکنم با ضخامت بالا و رنگ مشکی. در حقیقت این قیمت قیمتیه که اگر سهم به زیر این نفوذ کنه ما سهم رو خواهیم رو خط ضرر ماست. خب وارد سهم شدیم الان، حالا بریم سراغ در حقیقت مرحله بعدی. کجا وارد سهم شدیم؟ دقیقا تو این کندل. حجم هم که حساب کنیم دیگه دوستان، مثل روش قبل خیلی ساده است، بس حجم میانگینش و معاملاتش و اینا حجم رو حساب کنیم. خب حالا بریم در حقیقت مانیتورش کنیم، تایم فریم یک ساعته. ما با میانگین 120 تومن الان فنوال خریدیم. خب چون میبینیم که خب یه کندل صعودی، یه کندل نزولی، اما مشکلی وجود نداره، حتی قیمت خرید ما رو هم ندیده، حجمش هم کم بوده. یک کندل صعودی، صعودی مشکلی نداره، یک کندل با سایه پایینی که سایه نفوذ کرده به منطقه خرید ما، این دو تا قیمت خرید ماست. اما خریدارها دوباره قوی شدن و بردنش بالا، مشکلی نداره. همچنان داریم تو منطقه محدوده خطر سیر می‌کنیم. خب با یک کندل بلند و حجم خوب از منطقه خطر خارج شدیم. اینجا سهم حدود 2 میلیون هج خورده. 2 میلیون رو ببینید که وای میسم میگه 2,312,000 تا سهم هج خورده که به نسبت حجم خوبی بوده. خب بعدش سهم منفی شده اما حجمش به شدت کم بوده. فقط میبینیم 500,000 تا هج خورده. سهم مثبت شده، این دفعه حجمش بالا بوده. 1,500,000 تا هج خورده. دوباره سهم منفی شده، حجمش کم بوده. چقدر؟ 247,000 تا. میبینیم داره تایید میکنه که این روند صعودیه. به هر حال بعد از یه سری کندل مردد که تو منطقه خطر رخ داده، به هر حال سهم از منطقه خطر جدا میشه و با یه حجم بسیار زیاد که اون حجم برابر با 7 میلیون در حقیقت سهم بوده، از این منطقه جدا میشه، به صف خرید میرسه و در انتها میبینید که در حقیقت سهم همچنان بذارم اینم به محدوده پرعرضه نزدیک شده. بله بله گفتم چرا انتهای نموداری خورده اینجوری شد. می‌بینیم که به منطقه پرعرضه وارد شده. ما حتی همینجا میتونستیم از سهم خارج شیم، یعنی توی قیمت 135 تومن 136 تومن می‌دیدیم خب یک کندل شوتینگ استار شکل گرفت. ما چند خریده بودیم؟ ما قیمت 120 تومن خریده بودیم. اگر می‌خواستیم 136 تومن بفروشیم 13.3% در حقیقت تو سود بودیم که 1.5% ازش کم کنیم، تقریبا 12% اینجا تو سود بودیم. پس با دیدن این شوتینگ استار میتونستیم بفروشیم، اما من این کارو نکردم. چرا؟ چون این شوتینگ استار مثبت هست و حجمش بالا هست. کندل بعدی یک کندل با سایه‌های بلند بالا و پایینی داریم که اینجا دعوای بین خرس‌ها و گاوها صورت گرفته. خرس‌ها میفروشن، گاوا میخرن، بالا پایین، حتی یه لحظه‌ای از منطقه پر از ارزم رفتیم بیرون. من این رو که دیدم گفتم خب من حاضرم ریسک کنم، چند روز دیگه با سهم بمونم، شاید سهم بتونه منطقه رو بشکنه و ازش
خارج بشه. همینطور که میبینیم تو کندل بعدی خرس ها زیاد قوی ظاهر نشدن و حجم معاملات خیلی کم شده. میبینیم قرمز هست، یعنی از روز گذشتهش کمتر هست و حجم هم به اندازه فقط 4 میلیون بوده که نسبت به این حجم 14-15 میلیونی یا به این حجم 13 میلیونی بسیار کم بوده. خب من همچنان با این سهم هستم، سهم رو نفروختم با اینکه منفی دیدم، با اینکه تو منطقه پر عرضه بوده ولی چون تاییدیه های لازم رو نداشته سهم رو نفروختم و احتمالا این سهم رو 180 خواهم فروخت، یعنی میذارم مثلا با حدود فرضاً اگر 180 قیمتی باشه که من بخوام بفروشم، 180 تقسیم بر 120 میشه دقیقاً 50% سود، یعنی میتونم این سهم رو با 50% سود بفروشم. اما همواره دارم مانیتورش میکنم و اگر ببینم که یه جای نمودارش داره به من میگه بفروش، اون رو خواهم فروخت، همه تاییدیا وجود داشته باشه. از احساساتم، از اخبار، از حرفای دوستان، از سیگنال های مختلف کانال های مختلف، هیچ کدوم اینا رو اهمیت نمیدم و سعی میکنم که در حقیقت چیزی رو که یاد گرفتم به کار ببندم و ازش کسب سود کنم. اما در مورد سوال یکی از دوستان که ما چطور در حقیقت سهم ها رو تشخیص بدیم، 600 تا سهم چطور سهمی پیدا کنیم که این شرایط رو داشته باشن، دوستان واقعیتش این کار سختی هست. قبلا من جزواتی منتشر کردم در مورد فیلتر نویسی و حتی یک کتاب هم دارم در مورد معاملات الگوریتمی که پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما تهیه کنید و مطالعه کنید، چون بهتون خیلی دید میده اینکه چجوری بتونید بازار رو فیلتر کنید، چجوری بازار رو اسکن کنید، چجوری بتونید سهم هایی رو که مد نظرتون هست پیدا کنید. اما فارغ از همه این حرفا، من دارم براتون یه سری ابزار آماده میکنم، یعنی برای کسایی که میخوان با این روش ترید کنن یه سری ابزار آماده میکنم که واقعیتش الان چند تا مشکل کوچیک داره، اونا باید حل بشن. اگر آماده شد تا جلسه آینده، اگر نه تو همین کانال در حقیقت پرایس اکشن من اطلاع رسانی میکنم، در اختیار همتون قرار میگیره. شما تو این ابزار، در حقیقت این ابزار یک لیستی از سهم هایی هست که سیگنال پرایس اکشن رو دادن. خب شما تو این لیست میتونید هر روز و هر لحظه به صورت ریل تایم سهم هایی رو پیدا کنید که دارن سیگنال پرایس اکشن رو صادر میکنن. خب بررسی بیشتر به عهده شماست، یعنی شما میرید بررسی بیشتر میکنید، چون این ابزار فقط میگه که الان کندلی که شکل گرفته و گذشتهش، من چند تا کندل گذشتهش و این کندل رو دارم بررسی میکنم، یه الگوی خوب پرایس اکشنیه، حجمم تایید فرضاً، همه این شرایط هم داره. اما شما میرید یه نگاه کوچیک به نمودار میندازید، بررسی میکنید، از بین اون 4-5 تا سهمی که تو این لیست هست یکی رو انتخاب میکنید، خرید میکنید و دوباره مراحل مانیتورینگ و اینا رو طی میکنید تا به سود برسید و بفروشیدش. در مورد این، در مورد ابزار اول، یعنی ابزاری که به ما نشون بده بین 600 تا سهم بازار الان کدوم رو بررسی کنیم و کدوم میتونه سیگنال باشه که ما بررسی کنیم و بریم دقیقاً ازش سیگنال بگیریم. اما در مورد ابزار دوم که ابزار مدیریت سرمایه هست، یعنی ابزاری که حد ضرر رو برای ما مشخص کنه، ابزاری که ریسک این معامله رو به ما بگه، حمایت و مقاومت رو به ما بگه، منطقه پر عرضه رو بگه، منطقه پر تقاضا رو بگه، این هم من دوباره نوشتمش و به صورت تجاری نوشته شده و قراره به بازار عرضه بشه تا یکی دو هفته آینده. این هم دوباره اطلاع رسانی میکنم بهتون. در حقیقت این ابزار هم آماده است، فقط شما باید یاد بگیرید که ازش استفاده کنید، که خدا رو شکر یاد گرفتید، الان میفهمید که حمایت چیه، منطقه پر عرضه چیه، منطقه پر تقاضا چیه، چجوری ازش استفاده کنید و اینکه ریسک ریواردتون چیه، حد ضررتون باید کجا باشه. خب اینا رو دیگه کامل تو اون ابزار خواهید داشت که نوسان گذشته این سمت تو موجهای مثبت، تو کندلهای مثبت چقدر بوده، میزان سودش چقدر بوده، از روی این میره حساب میکنه که خب حالا حد اکثر حجمی که میشه ازش خرید چند درصد پورتفوی، همه اینها رو به شما در حقیقت خواهد گفت.
و در مورد ابزار سوم، یک ابزار سوم داریم که بتونه در حقیقت معاملات شما رو خودکار کنه، در حقیقت بیاد خودش حد ضرر رو اعمال کنه، خودش حد سود رو اعمال کنه. اون میشه بحث مربوط به معاملات الگوریتمی که پیشنهاد میکنم اول کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی رو بخونید تا یکم مفاهیم رو یاد بگیرید. اگه دوست داشتید میتونید با من در ارتباط باشید برای استفاده از این ابزار انشالله در آینده. خسته نباشید، تو کانال تلگرام اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم.